سلام دوستان خب تو جلسه قبلی ما تونستیم داده هایی که میخوایم بیشتر بررسی کنیم رو با رنگ زرد نشون بدیم و تقریباً 160 داده شدش که گفتیم این داده ها ارزش بیشتری واسه بررسی دارن این داده رو از طریق ارزش دلاری ما آمدیم بررسی کردیم و گفتیم که بیایم ارزش دلاری رو نگاه کنیم و ببینیم کدوم ها با توجه به این ارزش بهتری که بررسی بشن اما همونطور که اینجا میبینین ما یه متغیر دیگه هم داریم به نام وزن آیا وزن هم تأثیر گذار هست بر این تصمیم گیری که میخوایم بکنیم اگر توجه کنین اینجا الان یکم مشاهدهش هم خوبه مثلا اسب با چنین وزنی و چنین ارزشی وارد شده خب اسب یه حیوانی هست که نسبتا سنگینه دیگه اما جوجه یک روزه که اینجا هست با چنین وزنی و چنین ارزشی الان جوجه یک روزه اتفاقا ارزشش بیشتر از اسبه مجموعه وزنیش حالا اینجا بیشتره و تعداد خیلی بیشتری را میتونه شامل بشه پس این وزن هم شاید تأثیر گذار باشه من هم دقیق نمیدونم که آیا تأثیر گذار هست یا نیست ما اینجا الان سه تا متغیر داریم در واقع یکی ارزش دلاری، یکی ارزش ریالی و یه دونه هم وزنه متغیر چیزی هست که داره داده از برای اون جمع میشه و بر اساس اون هستش مثلا اعداد بر اساس اون دارن تعریف میشن وزن تغییر میکنه مثلا بهش میگیم متغیر در حال تغییره خب اینجا ما اول اومدیم ارزش دلاری رو در نظر گرفتیم گفتیم بهتره که با پولش بشینیم صحبت بکنیم حالا چه ارزش ریالی رو در نظر نگرفتم به خاطر اینکه ارزش دلاری در طی زمان ثابته و قابل تکیه کردن بیشتر قابلیت تکیه کردن بیشتری رو داره و ما میخوایم که سالهای گذشته رو هم حتی بررسی کنیم و شاید نخوایم الان ولی بعدا بخوایم و اون وقت اگه بر اساس دلار بررسی کنیم خب مطمئن تریم ولی اونجوری اگر بر اساس ریال میخواستیم بررسی کنیم سال اول و دوم نمیتونستیم به قطع بگیم که آیا واقعا با ارزش بیشتری اومده وارد شده یا نه وقتی قیمتش یا ارزش ریالی رفته بود بالا بخاطر اینکه ممکن بود 40 درصد تورم باشه و ما باید اون تورم رو لحاظ میکنیم اگر ریالی رو میگرفتیم بخاطر این دلاری رو گرفتیم حالا تو این سه تا متغیری که وجود داره ارزش ریالی رو من بررسی نمیکنم به خاطر چی به خاطر اینکه وابسته است به ارزش دلار یعنی اگه این بار رفته باشه بالا ارزش ریالی هم رفته بالا به هم دیگه با هم دیگه وابسته هستن همبستگی دارن وزن و ارزش دلاری هم میتونن و همبستگی داشته باشن و بررسی کنیم یعنی الان روی دیتا پیش فرض من اینطوریه که هرچی وزن میره بالاتر ارزش دلاری هم میره بالاتر آیا اینطوریه واقعا نه بعضی چیزا هستن که خیلی کمن مثلا یه گرم ورده ولی دلارها ارزش داره که الان با هم میبینیم پس وزن رو هم میایم بررسی میکنیم شاید بعضی وقتا وقتی بررسی میکنیم به نتیجه نرسیم اما لازمه که بررسی کنیم که ببینیم آیا واقعا نتیجه میده یا نه مگر اینکه دیگه قطعا مطمئنیم که نه لازم نیست بررسی بشه خب پس الان ما اینجا دو تا متغیر داریم ارزش دلاری و وزنش میخوایم این رو بررسی کنیم برای چه مواردی بررسی میخوایم بکنیم دیگه نمیام باسه کل داده ها این رو بررسی کنم من اونا رو سلک کردم فقط باسه این سلک شده ها میام بررسی میکنم پس میام قسمت زرد رنگ هر کدوم رو جدا میکنم این نقاط دور افتاده هستش که سلک شده هم هست کپی میکنم یه شیت جدید باز میکنم به نام اول لایتش رایت right تو میکنیم بنامه بررسی با وزن مثلا بررسی دو متغیر بهتر خب این نیستیم بررسی دو متغیر خب میام اینجا کپی میکنم اه کپی بریدش اینو افتاده اینجا دوباره کپی میکنم به تو گفتم هر وقت تو اکسل یه بار کپی رو زدیم و یک اقدام دیگه یا انجام دادین کپی تو میپره من رنگ فیلش رو از زرد دیگه در میارم نو فیلش میکنم خب با سه نقاط درون دامنم همینطور زرد رنگش رو کرده بودیم درون دامنه حالا باید درون دامنه رو سلیک کنم میام از پایین میگیرم چون از کنترل شیفت میخوام استفاده کنم کنترل شیفت آپ رو میزنم شیفت راست یه دونه شیفت پایین کنترل شیفت راست و یه دونه شیفت پایین رو میزنم که بتونم همش سلیک کنم میام کنترل پایین رو میذارم، اینجا زیر بقیهش اینم اضافه میکنم فیلش هم میکنم سفید خب فقط سرسوتونام هم لازم دارم سرستونامم هم میارم این دوتا رو لازم دارم بقیهش رو پاک میکنم نیازی ندارم خب این دوتا رو پاک میکنم حالا باید چی کار کنیم وزن اون رو هم بیاریم درسته پس من اینجا اول تبدیلش میکنم به یک جدول خب حالا میام مساویه از ویلوکاپ استفاده میکنیم دوستان ویلوکاپ یکی از تابعه های خیلی مهم اکسل هستش که خیلی استفاده میشه من اینجا یه توضیح خیلی کوتاه میدم ولی اگر دیدین احتیاج داریم بیشتر در مورد تابع ویلوکاپ یاد بگیرین بهتره به دوره آموزش اکسل کاربردیمون رجوع کنین اونجا ما ویلوکاپ رو خیلی کاملتر و بیشتر توضیح دادیم اگر دیدین متوجه نمیشه با توضیحات من خب تا به ویلوکاپ میاد میگه اول چی رو پیدا کنم من میگم آقای این اسم رو این شهر تحرفه رو بیا بگرد توی این جدولی که دارم جدول کلش رو میگیرم این, این تیبل یک رو اینجا مینویسه اسم جدول رو بیا توی این قسمت اولی بگرد اون اسم رو پیدا کن یه دونه ستون بعدش رو به من برگردون با چه قطعیتی true میذارم فالز uh, در واقع میذارم صفر یعنی با اگزکلی uh, exactly باید همون باشه یعنی دقیقا همین اسم رو بره به گرده پیدا کنه خب وقتی که میگم ستون اول رو برگردون خود اسم رو برگردون توی ویدو یادتون باشه ستون اول خودش میشه از صفر شروع نمیکنه این میشه ستون دوم پس میام اینجا اون یکی که گذاشته بودم رو میکنم دو یعنی ستون روبرویش رو به من برگردون که یعنی وزن هستش من چون نمیخوام اکسلم سنگین باشه کل این رو کپی میکنم و پیست از ولیو میکنم که فرمولم بپره بعد بینازنینش میکنم و این اعداد اشاریش هم اضافه میکنم خب اشاریشو برمیدارم و تا سه رقم ا... هم جدا بکنم خب میبینیم که اشتباه آوردیم ارزش دلاری رو فکر کنم آوردم دوباره آه آره ستون دوم مگه آه از این نباید میخوندیم خب من کنترل زد میکنم اصلا پاکش میکنم دوباره ویلو اشتباهی که کردیم چی بودش من اومدم از این تیبلم خوندم که فقط ارزش دلاری داره در صورتی که باید از این شیت بخونم این رو از این شیت باید بخونم توجه داشته باشین این شیت این بالاش مرج شده من اون دوباره فرمول رو می نویسم که بتون یادتونه گفته بودم وقتی که دارین از کار دیتا انجام میدین سلول مرج شده تا جایی که امکان هست نداشته باشین بیشتر واسه فرم ها واسه نمایش استفاده بکنید ولی وقتی میخواین کار با داده ها رو انجام بدین بهتره که مرج نباشن الان من میخوام این رو بگم بیاد تو کجا پیدا کنه توی این جدول پیدا کنه من وقتی که اینجا رو میزنم کل این رو میگیره یه A to F میگیره خب من اینو نمیخوام من میخوام از اینجا شروع کنه دیگه نمیتونم سلکتش کنم میبینین همش کل جدول رو میگه هر کدوم که میزنم اینجا رو دوباره میزنم نکن نمیتونم سلکت کنم به خاطر این مرج است این مرج باعث میشه که من نتونم اینو رو سلکت کنم پس من اول باید اینو پاک کنم میام این سطر رو کلا پاکش میکنم که این بالا مرج نداشته باشه و بعد دوباره فرمولم رو می, می نویسم ویلوکاپ کاب خب پس این سلول رو بیا بگرد توی کدوم ستون جدول مانن میام اینجا این شهر طرفه و حالا تا آخر میتونیم ببرین یا تو همین این دومیش میتونیم ببرین فرق نداره ولی از اینجا تا اینجا و این شهر طرفه باید اولی باشه حتی میشه توی ویلوکاپ این قسمت بیا دومیش رو برگردون و زیرو این ترم خب الان دیگه وزن رو باسه من آورد من از فرمول درش میارم بینا زنین این هم سرقم سرقم, سرقم جدا کنه که بتونم ببینم خب وزنها اینجا حالا اووردیم چطور اینا رو میتونیم بررسی کنیم ببینید ما الان دو تا متغیر داریم بزنیم بنویسم براتون یه متغیر خب یه متغیر دلار داریم یه متغیر داریم به نام وزن ما چند تا راه حل داریم اینا رو بتونیم مشاهده کنیم بتونیم دیتامون رو ببینیم همونطور که توی مثلا یه متغیر داشتیم ترسیم نمودار هستش ترسیم نمودار باسه این ترسیم نمودار هم باسه این هر کدوم جدا جدا یکی یه نمودار واسه ترسیم کنیم کنار هم بندازیم و ببینیم یه روش دیگرش اینه که من این دوتا رو اگر میتونم بر هم تقسیم میکنم و نسبتی از یک دیگر رو پیدا میکنم یعنی چی؟ یعنی میگم آقا ناکن مثلا من 100 کیلوگرمم 200 دلار ارزش داشت خب یک کیلوگرم هم چقدر درزش داره علامت سوال x یه تناسب میبندم میشه در واقع صد ضرب x مساوی با 200 ضرب یک که میشه x مساوی 2 این چی رو داره به من نشون میده این داره کیلوگرم بخشید دلار بر کیلوگرم رو نشون میده درسته یعنی میاد میگه که هر یک کیلوگرمم هم چقدر هستش این میشه نسبتی از اون یعنی هر یک کیلوگرم یک کالا چند دلار میشه این یه راهشه که به هر چقدر بیشتر باشه خب میتونیم بگیم اون کالا ارزش خیلی بیشتری بیشتری رو داره حالا خیلی شو که باید ببینیم چقدر متفاوته پس نسبتی از یک دیگر میتونم داشته باشم و بعد رو نمایش بدم یه روش دیگرش هم نمایش دوودیه دیگه دو تا متغیر دارم یه متغیر مثلا اینجا وزنه یه متغیر اینجا دلاره. این رو نسبت به اون یکی نشون میدم میگم آقا 100 کیلوگرم مثلا 250 دلار شده و میتونم داده هامو اینطوری مقایسه کنم پس این سه روش رو من همینجا اعمال میکنم یه دونه گفتیم میایم اول داده هامون رو من از نمودار پراکندگی استفاده میکنم به صورت نقطه الان از اینجا که دارم استفاده میکنم اینو انداختم واسه ارزش دلاری اینجا داره نشون میده کالای اول من که حالا از صفر شروع کنیم کالای یک میشه اینجا چقدر بذارین اینجا با سه رقم رو جدا کنم که اینجا بتونیم بخونیم چهارصد خب. پنجا چهارصد میلیون دلار خب این میشه واسه ارزش دلاری یه دونه واسه وزن نمودار پراکندگی میندازم نمودار پراکندگی داره پراکندگی نقاطم رو نشون میده به خاطر همینم اینم اسمش رو گذاشتن نمودار پراکندگی داره نشون میده که چطور پخ شده نقاط من توی بود های من اینجا یه بود من کالاس اینجا هم یه بود من وزنه اینو می نویسم اینجا وزن اینم دلار بودش درسته خب الان میتونم اینجا تشخیص بدم با دیدن این دوتا کنار هم دیگه اینجا کالای اول که 400 میلیون دلار داره وزن خیلی زیادی هم داره اما اینجا رو نا کنین من تمامی کالای بعدیم تو یه رنج مثلا چقدر 8 میلیونه و وزنشونم خب پایینه. اینجا نگاه کنید این خیلی جالبه این اکسشو این اینجا رو عکسشو بیارم. این کالای اینجا رو می‌بینین. اینا وزنشون بالا رفته. تو این قسمت و دلارشون هم زیاده. اما اینها وزنشون مشابهه ولی ارزش بالایی دارن حالا نتیجه گیریش با خودمون جدا بعدا بررسی میکنیم ولی این نکته رو داشته باشیم خب پس من بر, بر اساس این که این دوتا رو کنار هم انداختم تونستم یه نتیجه گیری هم بکنم دیگه حالا یه نمودار پراکندگی ارزش دلاری نسبت به وزن رو هم میتونم بکشم اینجا میام این دوتا رو سلیکت میکنم اینزرت یه دونه نمودار اشتباه نمودار پراکندگی واسش میندازم خب اینجا هم توجه کنین چقدر پراکنده است اینجا الان دلارای ما هستن بذارید من اینجا نماد دلارم بندازم که تو اینجا بتونیم تشخیص بدیم کدوم به کدومه کدوم بر اساس چی اینجا علامت دلار رو میدازم مایز دوباره می رو دارم. خب اینجا دلار رو پایین انداخته من سویچ میکنم که دلار اون طرف بیفته میان توی دیزاین این رو بگیرین بعد بین توی دیزاین نکنین سویچ را کالم رو بزنین چرا بعد نشون داد دو دلار گرفته بذارم چه جوری سلکت کرده آره ادیت بکنیم بررسی خب نا دلار رو من سریز نیم هم کاری ندارم ایکس ولیو میخوام چی باشه ایکس هم میخوام پاک کنیم شاید بد متوجه شده ایکس ها میخوام دلار باشه نه وزن باشه ایکس ها میخوام وزن باشه این اسمه. ایگره هم میخوام دلار باشه اینو پاک میکنم اینو دلار انتخاب اوکی خب الان بهتر شد اینجا دلاره اینجا وزن من هستش نا چقدر پراکنده است من خیلی وقتا این نمودار پراکندگی داره رابطه دو تا متغیر رو به من نشون میده حالا خیلی واسه مثلا رگرسیون رو شنیدن خیلی چیزای مختلف رو مثلا الان اگه این داده های مشکی رو در نظر بگیرین حالت یه خطی رو داره اینجا من داده ها می حالت خط رو هم البته با پراکندگی خیلی زیاد دارم ولی چند تا حالت دارن چند تا رفتار دارن یه رفتارش اینه که اینجا جمع شدن یه رفتار دیگرش اینه که اینجا جمع شدن یه رفتارش حالت خطی اینطوری داره یه رفتارش هم حالت خطی اینطوری داره خب به خاطر من نمیتونم نتیجه گیری خیلی خوبی رو از این بگیرم به خاطر رفتارهای زیادی که داره اما اگر اینا رو در نظر نگیریم که هم وزن بالایی دارن هم ارزش زیادی رو دارن یه چیزی این مایه ها نیست خاصن این قسمت چرا چون ارزش وزنی پایینی دارن اما ارزش دلاری نسبتا خوبی رو هم دارن خب اینم یه نتیجه گیری دیگه یه نموداری دیگه گفتیم نسبت میتونیم بندازیم یعنی چی یعنی هر یک کیلوگرم این کالا چقدر ارزش داره من اینو یه ذره میندازم اونور میشه نسبت وزن به ارزش هر کیلوگرم بهتره خب خلاص هم اشتباه کیلوگرم گفتیم که نسبت باید ببندیم بگیم بقید ناکم مثلا اینجا اگر 6 هزار مساوی باشه با 391 میلیون دلار تقسیم بره حالا تقسیمش رو جدا می یک کیلوگرمش این وزنا به کیلوگرم چیزی که داده رو داده یک کیلوگرمش چند دلاره که یه طرف این, هم و... این هم, هم دلاره درسته طرف این کنیم میشه x در 36000 هزار مساویه با یک کیلوگرم این هم اینجا دلار داریم و کیلوگرم داریم خب میشه یک کیلوگرم ضبط در 391 میلیون دلار خب پس x مساوی با این دلار با این دلار میره این کیلوگرم با این کیلوگرم میره میشه چجوری 391 میلیون تقسیم بر 36 یک دو میشه در واقع دلار به کیلوگرم هر یک کیلوگرم این میشه ده چند دلار ارزش داره پس من کافیه بیام اینجا مساوی دلارم تقسیم بر وزنم بکنم خب اینجا داره ارزش دلاریش رو به من میده حالا اینم باید بررسی کنیم یه نمودار پراکندگی هم بسه این دوستمون میندازیم اینجا اینجا داره نشون میده که اکثریت موارد کجا خب حالا این نموداره پراکندگی که داریم کنار هم باید بذاریم و با هم دیگه مقایسه کنیم و قبل از اینکه شروع کنیم به مقایسه ببینیم ما دو تا متغیر دیگه اینجا اضافه کردیم یکی دلار دلار که بودش یکی وزن بود یکی حالا پراکندگی وزن و دلار بود یکی که این متغیر جدیدن یه دورم نسبت بودش که گفتیم به ازای هر گرم چقدر ارزش داره خب ببینید الان این پراکندگی چیز زیادی رو به من نشون نمیده خیلی پراکنده و روی دلار سورت شده اگر یادتون باشه و این داره به ما نشون میده ما قبل این سورت رو با هم تحلیل کرده بودیم میتونیم حالا دو تا کار کنیم یه بار بر اساس وزن یه بار سورت کنیم از بزرگ به کوچیک میتونیم اینجا تشخیص بدیم که آقا از اینجا خب میدونیم که سورت کردیم دیگه از وزن زیاد داره میره به وزن کم اینجا هم میتونیم ببینیم در عین حال که از کالای اول تا کالای 160 داریم میریم دلار ما چطوری هستش وقتی که وزن زیاده پراکندگی خیلی زیاده وقتی که وزن کم میشه پراکندگی کمتر میشه و اکثر موارد میان پایین ارزششون یعنی هر چی وزن ما کمتر میشه اکثر موارد این پایین هستن این آیتم هایی که بالا مخصوصا تو این قسمت آیتم هایی هستن که وزن کم دارن اما ارزش زیادی دارن خب پس من الان اینجا متوجه شدم که یه سری از کالاها با وزن کم و ارزش خیلی زیاد وجود دارن که تولید اونا به صرفه هم نیستش به خاطر چی به خاطر اینکه این کالاها تکنولوژی زیادی رو میخواستن یا سخت تولیدشون و خاطر همین ارزش بالایی دارن مثلا جو رو نگاه کنین جو یه چیزی هست که وزن زیاد داره ارزش زیادی هم داشته اومده به خاطر همین ارزش هر کیلوگرمش خیلی کمه پس من میتونم نتیجه بگیرم که تولید جو آسونه حالا به یه سری از دلایل که تقاضا رفته بالا مثلا جو هم زیاد وارد کردم و غیره حالا یکی از موردهایی که بهتر میتونیم روی این قضیه پس تصمیم میگیریم هر کیل ارزش هر کیلوگرم به دلار ارزش هر دلار هستش یعنی هر کیلوگرم چقدر دلار ارزش داره پس من روی این سورت میکنم روی این اگر سورت کنیم اینجا میبینیم که از آیتم یک تا آیتم حدودا چهل کالایی هستن که وزن یک کیلوگرم برابر دیگه ارزش خیلی زیادی دارن پس میتونم تصمیم بگیرم تا کالای چهل کالایی بودن مثل گوشی تلفن همراه که تکنولوژی خیلی زیادی میخوان تا تولید بشه یا این دستگاه یا داروهایی که نمی... سخت تولید کردنشون پس تا کالای چهلم رو میتونم فیلتر کنم و بگم نمیخوام و از کالای چهل به بعد بیام با زواره نتیجه گیری کنم پس من از کالای چهل به بعد رو میخوام داشته باشم و روشون تصمیم گیری بکنم پس از این جا میتونم این قسمت رو فیلتر کنم همچنین از اینجا به بعد میبینیم که روند مشابهه پس زیاد دیگه نمیتونیم روی اینا مانور بیشتری بهتر ندیم پس باسه جلسه بعد من میام کالای چل به بعد رو بررسی بیشتری میخوام انجام بدم خب یکی از بررسیهایی که هنوز انجام ندادیم در طی زمانه من اینا رو جدا میکنم میذارم کنترل سی خب الان در حال حاضر من دیگه متغیری ندارم که روشون تصمیم گیری بکنم این دوتا متغیر وزن و دلار من بودم درسته؟ حالا تو جلسه بعد من میتونم هنوز دیتایی رو ببینم واسه سالهای گذشته ببینم خب واردات این کالاها چطور بوده بعد بریم ببینیم سایت گمرک به ما اطلاعات اگه خاطرتون باشه داشتیم میگرفتیم مثل سال 95 رو گرفته بودیم جدیدترین سالو سالهای گذشته هم دیتا داشت بریم ببینیم میتونیم پیدا کنیم که آیا تو سالهای گذشته اینها رو هم وارد میکردن اسمشون مشابه وجود داشته یا نداشته و از اونها استفاده کنیم تا یه نتیجه گیری بیشتری بکنیم و یه مقدار دیتامون رو باز خلاصه تر کنیم و پس تا جلسه بعد که من زمانها رو میایم بررسی میکنیم در زمانهای مختلف یه سری زمانی رو خدا نگه دارتون باشه الان چند تا کالا داریم؟ الان ایده تا کالا داریم که باید بررسی بشه خدا نگه